به برنامه 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرم. هشدار رئیس جمهوری ایران درباره کاهش خطرناک ذخایر آبی. بحرانی محیط زیستی با پیامدهای امنیتی. ایران تشنه چه راهی در پیش دارد؟ در ادامه برنامه، ادامه اصرارها و انکارها. دونالد ترامپ میگوید ایران دنبال مذاکره است، ایران میگوید آمریکا پیغام و پسخام میفرستد. سفر مشاور امنیت ملی ترامپ از اسرائیل به ترکیه. اختلاف بر سر آینده گروه‌های کرد سوریه خروج سربازان آمریکایی را پیچیده کرده. طارمی، سردار آزمو یک ضربه روح دور از سردار، ریباندش گله، بله گله، گل اول. و شروع طوفانی ایران در جام ملت‌های آسیا، یوز پلنگ‌ها با 5 گل یمن را در هم کوبیدند. سلام بر شما، من جمال الدین موسوی هستم. سلام، من رنا رحیم پور هستم. پیشخوری آب، ظلم به طبیعت و قهر خداوند. حسن روحانی از پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی گفت و با این عبارتها در مورد کمبود آب و پیامدهای امنیتی آن هشدار داد. رئیس جمهوری ایران گفت اگرچه امسال بارش و باران 3 برابر سال قبل بوده، ولی مشکل عمیق‌تر از این حرف است. سالهاست از کابوس کمبود آب گفته می شود، ولی در تمام این سالها سد کردن مسیر رودهایی که هزاران سال جاری بودند ادامه داشته، عامل اصلی کاستن از حقابه دریاچه ها و تالاب ها. از سوی دیگر قطع بی‌رویه درختان و توسعه غیرفنی کشاورزی ادامه داشته، عامل جنگل زدایی و بیابان زایی. استفاده بی‌رویه از سفره آبهای زیرزمینی ادامه داشته، عاملی برای نشست زمین و دهان باز کردن حفره های هولنگیز. دولت میگوید 11.5 میلیارد دلار برای تامین آب هزینه کرده، ولی چرا سایه بحران آب نزدیکتر و ترسناکتر میشود؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از مجید خیامدار. مایه حیات است و منشأ آبادانی. ایران امسال تا حالا بیش از 3 برابر مدت مشابه در سال گذشته بارندگی داشته. اما بحران کم آبی بسیار عمیق است و روز به روز نگران کننده تر می شود. ضمن اینکه جمعیت ما داره اضافه میشه، آب ما معلوم نیست اضافه بشه، ممکنه کم بشه که الان داریم میبینیم. رئیس جمهوری ایران امروز از خطر کاهش ذخایر آب زیرزمینی حرف زد. مجوزهای نادرست دادیم. شما ببینید چقدر الان آب زیرزمینی ما افت کرده و این چقدر میتونه خطرناک باشه. در کشوری که دچار خشکسالی است، طی 10 سال سدسازی‌های بی‌حساب، حفر بی‌رویه چاه‌های عمیق و الگوهای نادرست کشاورزی لطمه‌های جبران ناپذیری به ذخایر آب زده. یه جایی که حالا من خودم اونجا بودم، مثلا ما با 30 متر به آب می‌رسیدیم، الان باید با 300 متر هم به آب نمی‌رسیم همونجا. خب معلومه ما برداشت بی‌رویه کردیم. رئیس مرکز مطالعات کشاورزی اتاق بازرگانی ایران هشدار داده که فقط 5 سال تا بروز فاجعه عمومی آب باقی مانده. به گفته ای او این ناشی از 50 سال بی تدبیری است. او گفته که سفره‌های آب‌های زیرزمینی شرق ایران هر سال 0.5 متر پایین‌تر می‌روند. این روند در مناطق دیگر ایران هم کم و بیش دیده می‌شود. پس ما هم موظفیم که امنیت اونها رو تأمین بکنیم. آقای روحانی به پیامدهای امنیتی ناشی از کم آبی اشاره کرد و به نقشی که آب در تأمین غذای کشور و امنیت زندگی کشاورزان دارد. یک پیامد کم آبی اعتراض‌های مکرر کشاورزان استان اصفهان است که طی سال‌ها و ماه‌های اخیر به مسئله سیاسی و امنیتی هم تبدیل شده. مردم قصد تخریب خط لوله آب یزد دارن که یکا میشه با مردم درگیر شده. مهاجرت گسترده از دیگر پیامدهای کم آبی است. به گفته یک مقام وزارت نیرو، در پی توسعه بی‌رویه کشاورزی و کاهش منابع آب، 37 هزار روستای ایران از سکنه خالی شده و جمعیت شرق کشور در حال مهاجرت به غرب است.
از آن طرف آلودگی هوا به ریزگردها که آن هم به پدیده کم آبی مربوطه است، طی سالهای اخیر موجی از مهاجرت از غرب به مرکز ایران به راه انداخته. این مهاجرت‌های گسترده می‌تواند مسائل اجتماعی و اقتصادی زیادی ایجاد کند. دولت برای مهار بحران کم آبی و مدیریت منابع آب کارهایی کرده، از جمله ممنوعیت کشت محصولات آببر در مناطق کم آب و ترویج روش‌های کارآمدتر آبیاری. خشکاندن دریای گرفتاری‌هایی که کم آبی درست کرده ساده و آسان نیست، هرچند حالا دیگر همه می‌دانند که هر تلاشی برای کاستن از آن ضرورتی حیاتی است. مجید خیام دار، بی بی سی. علی ناظمی، استاد عمران محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در مونترال کانادا با ما هستند و همینطور علی میرچی، استاد منابع آب در دانشگاه ایالتی اوکلاهاما از آمریکا. آقای ناظمی، اگر به حرفای امروز آقای روحانی نگاه بکنیم، میگه در کشاورزی وضع ما خوبه ولی وضعیت آب بحرانیه. چقدر سر و ته حرفای آقای روحانی با همدیگه همخونی داره در این زمینه؟ اگه کوتاه بخوام بگم، اگر وضعیت کشاورزی خوب بود، وضعیت آب اینطوری نبود. در واقع وضعیتی که ما در مسئله آب در کشورمون داریم ناشی از یک برنامه توسعه‌ای بسیار ناپایدار و تهاجمی است نسبت برای خودکفایی کشاورزی که توأم شده با افزایش جمعیت تقریبا 4 برابری در فاصله 55 سال اخیر، که در اثر همه این در واقع مشکلات الان ما وضعیتی رو در کشور داریم که در واقع زنگ خطر رو مسئولین به صدا در میارن که در واقع زمان 5 ساله براش میدن. دانشجو من با این مسئله ای که کشاورزی ما خوب هست و وضعیت آب ما بد هست کاملا مخالف. آقای میرچی، آقای روحانی گفتن که نزولات جوی امسال در مقایسه با پارسال بیشتر شده، 3 برابر پارسال بوده. آیا میشه گفت که خشکسالی در حال پایان یافتن، خشکسالی که یکی از عوامل اصلی این کم آبی ها تلقی می شده؟ ببینید، خشکسالی در کشور ما و در مناطق مختلف جهان چرخه هایی رو طی می کنه. یعنی ما دوره های خشکسالی و ترسالی رو خواهیم داشت. این که امسال نسبت به سال قبل میزان بارش باران بیشتر شده البته خبر خوبی است، اما این به این معنی نیست که نگرانی ها راجع به عدم تطابق استفاده از منابع آبی و میزان وجود منابع آبی در ایران سوال کم اهمیتی باشه. احتمالاً ما دوره‌های خشکسالی و ترسالی رو از این به بعد هم در ایران خواهیم داشت، اما تشریک مساعی و فهم بهتر عواقب توسعه تهاجمی که آقای دکتر ناظمی هم بهش اشاره کردن مسئله مهمتر و مسئله استراتژیکی است که کشور ما باید به خوبی با اون روبرو بشه. آقای ناظمی، آقای روحانی گفتن که دولت 10 و 11 $11.5 میلیارد هزینه کرده در جهت مدیریت منابع آب و همینطور مقابله با این مشکل. وضعیت فعلی رو اگه بخواید توضیح بدید، الان کشور در چه شرایطی قرار داره؟ خدمتتون عرض بکنم، من اتفاقا یک مقاله جدید رو چاپ کردیم که آقای دکتر میرچی اتفاقا جزو نویسندگان اون پیپر هستن و ما در واقع کاری که اومدیم کردیم با توجه به داده هایی که خود وزارت نیرو پابلش کرده، اومدیم و در واقع یک برآوردی کردیم از میزان مصرف آب در 30 حوزه اصلی ایران. اگر ایران رو ما بخوایم تقسیم بکنیم به حوزه های آبی مختلف، اگر به کبیر مرکزی ایران و کبیر لوس رو کنار بذاریم، ما داره 30 حوزه آبی هستیم. چیزی که متوجه شدیم در این هستش که در 16 در واقع بیش از 50% این حوزه های آبی میزانی که در واقع آب تغییر میکنه در واقع کاملا کنترل شده با مصرف انسانی، که در واقع 91% اون مصرف انسانی در حال حاضر برمیگرده به مصرف اردو کشاورزی. یعنی چه اتفاقی افتاده؟ یعنی ما بیشتر از اون مقداری که در آب در اختیارمون هست در حال مصرف آب هست. و خب این نشون میده که در واقع وضعیتی که ما در ایران داریم، توسعه کشاورزی به میزان 4 برابر، افزایش جمعیت به بیش از 4 برابر در طول 55 سال اخیر، و حالا با یک الگوی توسعه کشاورزی بسیار ناکارآمد، تمام اینا دست به دست هم دادن و وضعیت رو به اینجا رسونده. چیزی که ما متوجه شدیم اینه که در واقع تنها راه حلی که برای مسئله آب در ایران میشه در واقع در اولین راه حلی که ما هست اینه که ما باید متوجه بشیم که اون ما 50% آب داریم در کشور زیاد استفاده میکنیم و این 50% آب زیاد مصرف کردن لزوما کم کردن این ناشی از
به واسه به وجود کم شدن تولید نخواهد شد. ما فقط باید آب رو بهتر مصرف بکنیم و در واقع اون سازه های اون در واقع زیر ساخت ها رو داشته باشیم که اون مطمئنن از 11 میلیارد دلار بیشتر هزینش خواهد. ما اگر بخوایم انقلاب کشاورزی در ایران راه بندازیم به بیش از 100 میلیارد دلار پول احتیاج داریم. با 11 میلیارد دلار ما نمیتونیم مصرف کنیم. گفتید زیر ساخت ها، از آقای میرچی میخوام بپرسم تا چه اندازه این زیر ساخت ها فراهم آماده است؟ من فکر میکنم ما راه زیادی داریم برای اینکه بتونیم به سمت استقرار زیرساخت ها پیش بریم. اول از همه باید شرایط ورشکستگی آبی کشورمون رو به درستی درک بکنیم. اینکه الان بیش از حد برداشت میکنیم، سفره های آبی زیرزمینیمون در حال افت هستن، همه اینها مشاهدات خیلی جدی هستن که نگران کننده هستن. اما سوال اصلی اینه که ما تا چه حد میخوایم که اجازه بدیم این وضعیت ادامه پیدا بکنه، یعنی سقف این ماجرا قرار کجا باشه. راه حل‌های فنی زیادی وجود داره برای اینکه ورشکستگی آبی ایران مقداری کمتر بشه، شرایط بهبود پیدا بکنه. از در زمینه زیرساخت‌ها میشه به بازچرخانی پساب تصفیه شده برای مقاصد شرب استفاده کرد، چه به صورت مستقیم از طریق تزریق پساب تصفیه شده در شبکه‌های توزیع آب شهری، چه به صورت غیر مستقیم از طریق تزریق پساب تصفیه شده به آبخوان‌ها برای مصرف در زمین در زمینه مصارف شرب شهری. همینطور میتونیم از این پسابها برای مصارف کشاورزی استفاده کنیم. مدیریت بهتر هرزابهای سطحی عامل تعیین کننده ای هست برای تعادل بخشی آبخانهامون. همینطوری که گفتید بارش کشور امسال سه برابر شده بود، باید دید که این هرزابهای سطحی که بعد از رگبارها شاهدش هستیم به چه صورت مدیریت میشه. و همینطور افزایش کارآمدی یا راندمان آب کشاورزی با هدف تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی یکی دیگه از مسائلی است که احتیاج به زیرساخت‌های جدی و گسترده داره که ما در حال حاضر با اون فاصله زیادی داریم. آقای ناظم، اشاره کردید که یکی از مهمترین مسائلی که یا مهمترین پدیده‌هایی که باعث افزایش مصرف آب میشه الگوی کشاورزی در ایرانه. ما میدونیم که الان خیلی از کشاورزا آب ندارن، بیکاری بسیار سطحش بالاست، خیلی از روستاها دارن خالی از سکنه میشند. چطور میشه به این دغدغه ها هم پاسخ داد و کشاورزی رو اصلاح کرد؟ متاسفانه مسئله خیلی پیچیده شده. مسئله نباید به اینجا میرسید ولی متاسفانه رسیده. اما همین که شما خدمت میفرمایید که در واقع تولید کشاورزی کاهش پیدا شده، خیلی از روستاها کم شدن، همین الان ما در حوزه دریاچه ارومیه میبینیم که زمین‌های جدیدی هستن که دارن میوه میکارن و بسیار بسیار دارن آب مصرف میکنن و این نشون میده که چقدر مدیریت در کشور ما تکه پاره است. جایی که در واقع ما میدونیم که مسئله آبی داریم، دریاچه داره خوش میشه، این همه مسائل ما داشتیم در 10 سال اخیر، الان در 2-3 سال اخیر میایم و نیاز آبی جدید صحبت تعریف میکنیم و من واقعا نمیدونم که اینها بر چه اساسی انجام میشه. اما راه حل چیست؟ راه حل اینه که ما باید واقعا به صورت مقطعی، به صورت استان به استان، حوزه آبریز به حوزه آبریز سعی بکنیم یک مدتی در واقع فعالیت ها رو کمتر بکنیم تا زیر ساخت ها رو بتونیم به اونجایی برسونیم که فعالیت ها بتونه به صورت حالت قبلی پیدا بکنه برسه. من میخوام به نکته‌ای هم که آقای دکتر میرشی اشاره کردن برگردم. نیا کنید، مسئله ورشکستگی آبی مسئله مهمی است. شما نمیتوانید از یک بازرگانی که ورشکست شده بخواهید که همون بازرگانی رو انجام بده که قبل از ورشکستگی انجام داد. ما الان کشورمون در راستا در جایگاه خطیر تاریخی است که باید تصمیمات مهم و شجاعانه ای رو بگیره و در راستای اون حرکت بکنه. همونطوری که فرمودین، امنیت غذایی، امنیت انسانی و امنیت آبی در کشور منوط به تصمیم هایی است که الان مسئولین گرفتن. خب آقای میرچی، اگر تصمیم های بزرگ و مهمی باید گرفته بشه اونطور که آقای ناظمی میگند، اولین کاری که باید صورت بگیره به نظر شما چیه؟ یکی از مهمترین کارها از نظر درگیر کردن جامعه به صورت گسترده افزایش آگاهی همگانی، همینطوری که در سرزمین‌های گرم و گرم و خشک امریکا هم کاملا رایج هست که مردم به خوبی با قضیه کم آبی آشنا هستند و شما نمیبینید که مثلا با آب شرب شهری کوچه ای شسته بشه، به ندرت میبینید کسی ماشینش رو بشوره. بنابراین تو اون زمینه کارهای زیادی باید انجام بشه. مسئله بعدی همونطوری که گفتم این که باید تعریف کشور
باید تعریف بکنه که سقف ورشکستگی آبی رو کجا میخواد، تا کجا میخواد پیش ببره. یعنی به این صورتی که ما داریم پیش میریم، ادامه وضعیت موجود، ادامه مدیریت عرض محور آب همچنان مسائل رو سخت‌تر و سخت‌تر خواهد کرد، همونطوری که در حوزه زاینده رود ما شاهدش بودیم. یکی از راهکارهایی که این روزا بهش اشاره میشه، انتقال آب از حوزه دریای خزر، از خود دریای خزر و از دریای عمان و خلیج فارس هست، که در واقع ادامه راهکارهای قبلیه. تصمیم شجاعانه در وضعیت موجود میتونه تفکر جدی راجع به بازچرخانی آب پساب تصفیه شده باشه. جامعه باید به شدت با این مسئله درگیر بشه، همفکری ایجاد بشه که آیا ایرانی ها به صورت عموم با این قضیه راحت هستند یا نه، چون جاهای دیگه دنیا دارن این کار رو انجام میدن. به این نتیجه رسیدن که باید به سمت بازچرخانی آب پیش برن و راه حل های مختلف دیگه که بهش اشاره شد که باید پیش از راه حل های سازه‌ای که در ادامه راهکارهای گذشته است بهشون به طور جدی پرداخت. آقای ناظمی، اگه خیلی کوتاه بگید، در مورد مثلا انتقال آب دریای خزر به سمنان حرف زدی میشه، یا انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به جنوب ایران، اینا تا چند اندازه عملیه؟ میشه طرح‌های این چنین بلند پروازانه رو تجویز کرد؟ والا خدمتتون عرض کنم، کشور ایران کشور پولداری است و به خاطر این پولی که ما داریم بعضی وقتا یک راه حل‌های بسیار بسیار دشوار مد نظر قرار می‌گیره. نمونهش کانال کوهرنگ هست که در واقع من فکر می‌کنم که سرمنشای خیلی از این طرح‌های انتقال، تفکراتی که ناشی از در واقع دفاع می‌کنه از انتقالات آبی. چیزی که ما الان متوجه شدیم، وقتی ما میدونیم مسئله آبی که در حوزه آبریز مثلا دریاچه ارومیه یا مثلا دریاچه کارون، حوزه آبریز رودخانه کارون داریم، مسئله‌ای که ما داریم مسئله از همون حوزه آبریز شروع میشه. در مورد مسئله کارون خدمتتون عرض بکنم، ما 3 برابر میزان آبی که وارد حوزه آبریز کارون میشه مصرف آب رو در حوزه آبریز کارون داریم. خب این شما با یک بچه دبیرستانی هم صحبت بکنید متوجه میشه که اینجا مسئله ناشی از تمیه آب نیست، مثلا اینه که شما آب رو زیاد داری تعریف میکنی. حالا با یک جایی که بسیار سیستمی که بسیار به آب معتاد شده، به میزان زیاد آب معتاد شده، من اگر بیام آب رو بیشتر به اون برسونم، در واقع به این کمک نکردم، در واقع اعتیاد اون رو تشدید کردم. و حالا اگر من نتونم اون آب رو مهیا کنم، در واقع سیستمم بسیار بسیار دچار مشکل خواهد شد. در نتیجه من فکر میکنم که راه حل مدیریت منابع آب در حوزه آبریز میگذره. ما باید در حوزه آبریز نگاه بکنیم و اگر حالا حوزه آبریز رو نتونستیم احیا بکنیم، اون موقع باید به این راه حل های سازه‌ای و انتقال آب فکر. آقای میرچی، خیلی وقتمون کمه، اگر این راه حل هایی که شما میگید در دستور کار قرار بگیره، گذر از ورشکستگی آبی که شما بهش اشاره کردید چقدر زمان میبره؟ موضوع حرف چند ساله است یا ممکنه تا دهها طول بکشه؟ کوتاه لطفا. احتمالاً بسیار زیاد طول خواهد کشید، احتمالاً بیش از 10 سال، خیلی کارهای دامنه‌داری لازمه. اما اضافه بر این راه حل‌های فنی که به صورت اختصار بهش اشاره کردیم، باید اینو در نظر داشت که حل مسئله آب در ایران، همونطوری که متفکرین برجسته ایرانی حوزه آب بهش بارها اشاره کردن، الزاماً تمام ریشه‌هاش در داخل حوزه مدیریت آب خلاصه نمیشه. بنابراین کشور احتیاج به سیاست‌گذاری‌های جسورانه‌ای داره که اقتصادش، تکیه اقتصاد کشور بر آب کمتر بشه تا بتونیم در آینده کسب و کارهای کم آب برتری رو در کشور شاهد باشیم، تا تکه بر منابع آبیمون رو بتونیم حداقل در زمینه معیشت و کسب و کار مردم کمتر بکنیم، که این یک بحث پیچیده و بسیار زمان بر خواهد. سپاسگزارم از علی میرچی، استاد منابع آب در دانشگاه ایالتی اوکلاهاما از آمریکا با ما، و همینطور علی ناظمی، استاد عمران و محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در مونترال از کانادا با ما. اما بحران‌های محیط زیستی ایران تنها دامن منابع آبی رو نگرفته. طی روزهای گذشته 10 نفر از فعالان محیط زیست در استان کردستان بازداشت شدند. آخرین بازداشت‌ها دیشب صورت گرفت. فعالان سیاسی در منطقه میگن اداره اطلاعات سنندج بانی موج اخیر دستگیری‌ها بوده. 10 فعال زیست محیطی در یک سال گذشته از طرف نهادهای مختلف امنیتی بازداشت شدند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. در طبیعت کردستان به غیر از قاچاق چوب و آتش سوزی در جنگل ها چه می گذرد؟
این یک آتش دیگر است که دامن نه طبیعت کردستان بلکه مدافعان آن را گرفته. تنها در 3 روز گذشته 10 نفر از فعالان محیط زیست کردستان بازداشت شدند. راشد منتظری، عیسی فیضی، حسین کمانگر، فرهاد محمدی، هادی کمانگر، رضا اسدی، فاضل قیتاسی، هدا کانی سوری، بارزان بابکری و آمانج قربانی که دیروز آنگونه که نزدیکانش گفتند با پارچه‌ای بر سر به زندان منتقل شد. موجی از دستگیری‌ها که برای علاقه‌مندان به حفاظت از محیط زیست همانقدر ناراحت کننده است که یک معماست. واقعیتش اینه که منم مثل خیلی از فعالان محیط زیست سردرگم هستم، اما ما که ما می‌بینیم یک جریان وسیعیه که نیروهای اطلاعات و نیروهای سپاه ظاهرن هر جایی که کنشگری محیط زیست، یک پروژه محیط زیست به صورت منسجم توسط بخش خصوصی یا مردم داره صورت میگیره، حساسیت روش هست و بعضن به این جور دستگیری‌های خشونت‌بار، بعضن به این احکام خیلی سنگین، فساد و فلعرض و اینها منجر میشه. خب واقعا سردرگم میشم. موضوع کردستان، تنها ایده‌ای که به ذهن من میرسه اینه که به هر حال این بحث محیط زیست یک جایی است که تشکلی صورت میگیره، جوان‌ها دور هم جمع میشن، هم فکری میکنن و خب در این شاید من تصور میکنم که این موضوع حالا حساسیت امنیتی ایجاد کرده. همین این بار کانون دستگیری‌ها کردستان بوده، مشخصا شهر کامیاران، هرچند تعدادی از دستگیر شدگان در بانه و سنندج هم بودند. اولین بار هم نیست که فعالان مدنی کردستان بازداشت میشوند و تنها کردستان هم نبوده که در نقاط دیگر هم بازداشت های صورت گرفته، از جمله بازداشت دست جمعی عده‌ای از فعالان محیط زیست در اطراف گناوه. و البته در تهران نیز پرونده 8 محیط زیستی ابعاد ملی و حتی جهانی پیدا کرده. 8 نفر که از سوی اطلاعات سپاه دستگیر شدند و نزدیک به 1 سال است در زندان با اتهام جاسوسی و افساد فلعرض روبرو هستند. گروه دوم، حتی یکی از آنها کاووس سید امامی، به شکل نامعلومی در زندان جان خود را از دست داد. نام امام زمان رو در... اما دستگیری 10 نفری محیط زیستی های کردستان در روزهای اخیر توسط وزارت اطلاعات که زیر مجموعه دولت حسن روحانی است انجام می شود. بعضی فعالان سیاسی معتقدند حکومت ایران کلاً از شکل‌گیری هر گونه حرکت جمعی مدنی در جایی مثل کردستان بیمناک است. به نظر میسه در مورد بازداشت بچه‌ای که در کامیاران گرفته شدند و توی در کردستان در روزهای اخیر حداقل 3-4 گزینه میشه در واقع مطبوعانان گمانه مطرح کرد. یکی اینکه این بچه‌ها احتمالاً به خاطر فعالیت زیست محیطیشون بازداشت شدن در ادامه اون برخوردی که با زیست محیط در ایران شده. یکی اینکه بخشی از سیستم امنیتی فکر میکنه همیشه اونایی که در ایران در کردستان فعالیت میکنن دارن کار پوششی میکنن، چه فعال محیط زیست باشن چه ادبی چه فرهنگی، انگار دارن برای حزب خاصی کار میکنن و عملاً به شکلی میخوان پوشش بدن این کارشون رو. بخشی این هست که احتمالاً این برخوردها در مشخصا در کامیاران به این برمیگرده. کامیاران بعد از اعدام فرزاد کمانگر و یارانش در یه فضایی رفته بود که فعالیت درش کم شده بود، اما عملاً با بودن این بچهای محیط زیستی انگار دوباره جون گرفت در فعالیت مدنی و این انظر سیستمی که نمیخواد اونجا کاری انجام بشه موجب نگرانی شده. اینها از این نگرانن که عده دوباره اونجا جمع شدن دارن کار مدنی و صنفی میکنن. دلایل حکومت هر چه باشد، اما نگرانی علاقه‌مندان به محیط زیست این است که این گونه برخوردها باعث دلسردی هر کسی میشود که میخواهد برای حفظ طبیعت زیر فشار ایران فعالیتی غیر دولتی داشته باشد، از جمع‌آوری زباله گرفته تا فرونشاندن آتش جنگل‌ها، تا فرهنگ سازی، تا اعتراض به فعالیت‌های بی‌رویه صنایع مخرب و آلاینده. دولت و حکومت ایران به تنهایی نتوانستند بحران‌های موجود در زمینه حفظ منابع طبیعی ایران را مهار کنند، اما حساسیت و برخورد با آنهایی که می‌کوشند سهمی در حفظ طبیعت ایران داشته باشند بر نگرانی‌ها می‌افزاید. سیاوش اردلان، BBC. برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. صادق لایجانی رئیس قوه قضاییه ایران به دادستان کل کشور دستور داده تا موضوع احتمال شکنجه اسماعیل بخشی فعال کارگری را بررسی کند. پیشتر رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران هم از بررسی این موضوع در این کمیسیون خبر داده بود. همزمان فرزانه زلابی وکیل اسماعیل بخشی گفته موکلش برای تکذیب سخنانش تحت فشار است. اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران شرکت 7 تپه گفته که در زمان بازداشت شکنجه شده. همزمان با سالگرد غرق شدن نفتکش سانچی، شرکت ملی نفتکش ایران از پرداخت غرامت و استخدام اعضای خانواده‌های قربانیان این حادثه خبر داد. به گفته شرکت ملی نفتکش 11 خانواده غرامت گرفته و 4 خانواده دیگر هم به زودی می‌گیرند. این
این شرکت گفته که یک نفر از بستگان درجه یک قربانیان هم استخدام خواهد شد. پارسال نفتکش سانچی در برخورد با یک کشتی فلبر چینی در نزدیکی سواحل شهر شانگهای چین آتش گرفت و بعد از 9 روز سوختن غرق شد. 30 سرنشین ایرانی این کشتی جانشان را از دست دادند. نایب رئیس مجلس ایران پیشنهاد کرده درباره حجاب اجباری همه پرسی انجام شود. علی مطهری گفته با شناختی که از جامعه دارد پیش بینی می‌کند که اگر برای حجاب رفراندوم برگزار شود اکثر رای دهندگان به حجاب رای خواهند داد. به گفته آقای مطهری حجاب در حال حاضر اجباری نیست. آقای مطهری گفته تنها اگر شکل خاصی از حجاب مثل چادر یا روبنده را اجباری کنند میتوان ادعا کرد حجاب اجباری است. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان اصفهان در واکنش به خبر فروش پیتزا با روکش طلا در این شهر گفته چنین پیتزایی مشاهده نکرده. مصطفی موسوی گفته موضوع در دست بررسی است و در صورت مشاهده به آن برخورد خواهد شد. آقای موسوی فروش پیتزا با روکش طلا را به تقلید از بستنی با روکش طلا در برج میلاد تهران دانسته. اخیراً خبری هم از فروش استیکی با روکش طلا در دبی منتشر شد. بحث بین ایران و آمریکا بر سر اینکه کدام طرف به دنبال مذاکره با آن یکی است بالا گرفته. دیشب رئیس جمهوری آمریکا گفت که وضع ایران خیلی بد است و به همین خاطر تهران به دنبال گفتگو با آمریکا است. امروز دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته که آمریکایی‌ها پیغام دادند که بیایید مذاکره کنیم. به رنگ تاجدین گزارش می‌دهد. 4 سال پیش در همین روزها بود که وزیران امور خارجه ایران و آمریکا در ژنو قدم زنان مذاکره می‌کردند. بعید است به این زودی ها دوباره شاهد چنین صحنه هایی باشیم، ولی هر یک از دو طرف میگویند که دیگری به دنبالش است. البته الان پیام میدن، دروغ میگه ترامپ، میگه ایرانی پیام میدن. تو افغانستان 2 نفر نماینده به من مراجعه کرد که آمریکا آماده مذاکره است. چه چارچوب مذاکره کنه؟ کی متعهد به اونی هستش که شما امضا میکنی؟ متعهد به اجراست. کمتر از 24 ساعت قبل رئیس جمهوری آمریکا گفته بود این ایرانی ها هستند که به دنبال باز کردن در گفتگو هستند. از وقتی که من توافق وحشتناک هسته‌ای رو کنار گذاشتم وضع ایران خیلی خراب شد. تأثیر خیلی زیادی روی ایران گذاشته. نیروهاشون رو دارن از همه جا عقب میکشن. وضعشون خوب نیست. میخوان مذاکره کنن. حرفی که با واکنش دستگاه دیپلماسی ایران مواجه شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ گفت ترامپ صرفاً آرزوهای باطل و محال خود را بیان می‌کند که با واقعیت‌های موجود هیچ تطابقی ندارد. ترامپ بداند که ملت ایران هیچگاه در برابر فشارهای ظالمانه آمریکا سر فرود نخواهد آورد. آن هم در برابر حاکمانی که تحریم را به جای تکریم و دیوار را به جای پل برمی‌گزینند. دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نشان داد که دونالد ترامپ به مذاکره رو در رو با رهبران کشورهای متخاصم آن هم در برابر دوربین‌های تلویزیونی علاقه‌مند است. ولی ترک برجام و بازگرداندن تحریم‌ها از یک طرف و انتخاب جان بولتون دشمن قدیمی جمهوری اسلامی به عنوان مشاور امنیت ملی از طرف دیگر بی‌اعتمادی بین مقام‌های ایران و آمریکا را بار دیگر به دیواری بلند تبدیل کرده. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. مهدی نوربخش استاد سیاست بین الملل در دانشگاه هریسبرگ از پنسیلوانیا آمریکا با ماست. آقای نوربخش، کدام یک از طرفین راست میگه؟ دولت ایران راست میگه. من باید این رو اذعان بکنم که دولت ترامپ سخت به دنبال این هست که با ایران وارد مذاکره بشه، اما در ایران خبرها هست که از بالا، از رهبری به هر بار جلوی چنین اقداماتی گرفته شده است. بعد ترامپ حرف کاملا دروغ میزنه که ایران به دنبال مذاکره است. ترامپ به دنبال مذاکره است، اما باید توجه بکنیم که شاید شرایط بدی برای مذاکره با آمریکا نباشه اگه شرط و شروط این باشه که در حقیقت با خبرهایی که من دارم خبر از این هست که دولت آمریکا هیچ در حقیقت مخالفتی نداره با قبول برجام و از اونجا میخواد که مذاکرات رو شروع بکنه. اینه که من با این حرف آقای شمخانی موافق هستم که دولت ایران به دنبال این نیست، ولیکن بسیاری تشویق میکنن که در شرایط فعلی به خاطر وضعیتی که ترامپ در آمریکا داره
شاید بهترین فرصت باشد برای ایران برای مذاکره کردن. آقای نوربخش، دونالد ترامپ سرمایه گذاری عظیمی سر خروج آمریکا از برجام کرده. چطور ممکنه که الان دوباره بپذیره که بیاد در برجام و با ایران مذاکره بکنه؟ یک ذره بعید به نظر میاد. والا تا اونجایی که من خبر دارم و تا اونجایی که به هر بار اخبار به من میگه، یه خبرهای داخلی آمریکا به من میگه، اینه که ترامپ به دنبال چیزهای خیلی بزرگ نیست در این مذاکره. با خبر خاشقچی، با مسائل مشکلات دیگه که در خاورمیانه اتفاق افتاده است و با رابطه ای که ترامپ نتونست برقرار بکنه به اون شکل با کره شمالی، ترامپ سخت به دنبال این هست که ایران رو به پای میز مذاکره بشینه. و به خاطر اینه که متاسفانه زبان همیشه تهدید رو استفاده میکنه. ولیکن خبرها حکایت از این میکنه که دولت ترامپ برای یک مذاکره حاضر هست که برجام رو بپذیره و روی برجام به برجام اضافه بکنه، متممهای برجام اضافه بکنه. کدام یک از طرفین بیشتر نیاز دارن به این مذاکره؟ حالا دولت ایران، هم دولت ایران نیاز داره، هم دولت ترامپ نیاز داره. دولت ترامپ در سیاست خارجی دولتی هست که در تمام جبهه‌ها میشد گفت که شکست خورده است. تجارت جهانیش با کره شمالی، درون خاورمیانه، چیزی به هر بار دست ترامپ نیست بعد از 2 سالی که سر کار بوده. از طرف دیگه تحریم‌هاست برای ایران دارد میاد و این تحریم‌ها فزاینده میشه و اینو باید توجه کرد که از وقتی که به هر بار ماتیس استعفا کرده، الان سیاست وزیر خارج... دفاع بله وزیر دفاع، سیاست خارجی آمریکا بیشتر دست کسانی افتاده، نیونکانهایی که اینها دنبال این بودن که به ایران حمله بکنن. الان بولتون مسئول سیاست خارجی دولت ترامپ است در خاورمیانه و با نتانیاهو کوشش زیادی دارن میکنن که با ایران یک جایی رو در رو بشن. اینکه سوال کردید کدام طرف، به نظر من هر دو طرف الان نیازمند هستن که نیازمند به این مذاکره هستن. متشکرم از شما مهدی نوربخش، استاد سیاست بین الملل با ما. گروه طالبان گفته با نمایندگان آمریکا در قطر دیدار خواهد کرد. این چهارمین گفتگوی این گروه با مقام‌های آمریکایی درباره مذاکرات صلح افغانستان خواهد بود. دولت افغانستان اما در هیچ یک از این نشست‌ها حضور نداشته. پیشتر گفته شده بود که قرار است ادامه نشست‌ها در جده عربستان برگزار شود. ملک ستیس، تحلیلگر مسائل افغانستان و پژوهشگر امور بین الملل از کوپنهاگ دانمارک با ماست. آقای ستیس، این که محل مذاکرات تغییر کرده از جده به دوحه، تا چه اندازه نکته با اهمیتیه؟ سلام بر شما. خوب، از یک جهت با اهمیت است و نشانگر با نتیجه رسیدن یک مقدار از لابیگری های روسیه و ایران را نشان میدهد که در این اواخر خیلی فعال شدن و با طالبان در مسکو، در تهران و در پاکستان ملاقات های را راه اندازی کردن و هیئت های را با هم مبادله کردن. و نشانگر آن است که خب بالاخره اینها تأثیر گذاشتن که طالبان بپذیرن تا این نشست از جده به دوحه راه اندازی شود. چنانکه شما میدانید دوحه مناسبات نزدیکتر با تهران داره و سوی دیگر روابط بهتری با مسکو داره. در گفتگوهای قبلی شرط و شروطهای بین طرفها رد و بدل شد. در این از چه انتظاری از این گفتگو میره؟ و بیشتر فشار بالای طالبان از چندین جهت ادامه پیدا کرده که آنها حاضر شوند تا با هیئت افغانستان ملاقات بکنند، چون طرفین مهم درگیر در افغانستان همین نهادهای دولت افغانستان و جنبش طالبان مطرح است. اما بحث بزرگتر در این است که خب تامین کنندگان این جنگ ها این دو گروه نیستند، اینها بازیگران جنگ هستند، اما تامین کنندگان و تشکیل دهندگان فکر جنگ در بیرون از حیطه صلاحیت این دو جانب درگیر قرار دارند. آقای ستیس، چقدر زمان به ضرر طالبانه؟ ما الان میدونیم که جنگ ها در شمال افغانستان باعث شده که چندین ولایت در تاریکی فرو برند، از جمله برق کابل پایتخت قطعه. بلکه بله، این جنگ، ادامه جنگ البته
ساعت به نفع طالبان میچرخه، نه بس نفع دولت افغانستان. و هر قدری که این جنگ ادامه پیدا بکنه نشانگری آن است که طالبان با وجود این همه فشارهای گسترده بین المللی از طرف ایالات متحده امریکا، ایران، روسیه و کشورهای خلیج هنوز هم ظرفیت آن را داره که ساختارها و زیربناهای دولت افغانستان را فلج بسازه و به صورت طبیعی میتونه یک خطر بسیار کلان برای ادامه صلح با اینیشیتیو یا ابتکار دولت افغانستان باشه. از این سبب است که طالبان همین آلا ابتکار بیشتر را به دست دارند. ممنونم از ملک ستیز، استاد علوم سیاسی و پژوهشگر امور بین الملل از کوپنهاگ دانمارک با ما. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا پس از دیداری دو روزه از اسرائیل به ترکیه رفت. ماموریت جان بولتون هماهنگی با ترکیه بر سر خروج نیروهای آمریکایی از سوریه است. آقای بولتون به دنبال آن است که مطمئن شود ترکیه به همپیمانان کرد آمریکا حمله نخواهد کرد. حدود 2000 سرباز آمریکایی در سوریه مستقرند که به همراه متحدان کردشان با داعش می‌جنگند. ژیار گل گزارش می‌دهد. تظاهرات کردهای سوریه علیه تهدیدهای ترکیه. آنان با حمل عکس بستگان کشته شده در جنگ با داعش به خیابان‌ها آمده‌اند. این تظاهرکنندگان در شهر قامشلو نگران حمله ترکیه به این منطقه هستند. از سازمان ملل متحد می‌خواهیم منطقه پرواز ممنوع بر حریم هوایی منطقه تحت کنترل کردها در شمال و شرق سوریه وضع کند. از آنها می‌خواهیم حملات و تهدیدات ترکیه را نقض قوانین بین‌المللی و اشغالگری محسوب کنند. همزمان سفر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به منطقه. مأموریت او توجیه تصمیم رئیسش برای خروج سربازان آمریکا از سوریه. جان بولتون در سفری دو روزه به اسرائیل در دیدار با نخست وزیر این کشور از اسرائیل در مقابل آنچه تهدیدات ایران در سوریه خواند حمایت کرد. جنگ سوریه باعث مشکلات زیادی در مرزهای اسرائیل شده. ما درباره تصمیم رئیس جمهوری برای خروج از شمال شرق سوریه گفتگو می‌کنیم تا به نحوی از سوریه خارج شویم که داعش کاملا نابود شود و نتواند بازگردد و خطری برای اسرائیل و دوستان ما در منطقه شود. ما همچنین باید از متحدان کردمان که در کنار ما با داعش جنگیدند حفاظت کنیم. جان بولتون پس از سفری دو روزه اسرائیل را به مقصد ترکیه ترک کرد. اما پیش از سفر او به ترکیه، ابراهیم کالن، سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه، سخنان آقای بولتون درباره خطر ترکیه برای کردها را غیر منطقی خواند و گفت: مشکل ترکیه PKK، PYD و YPG است. یک گروه تروریستی نمیتواند متحد آمریکا باشد. هدف ترکیه پاکسازی سوریه از تمام گروه‌های تروریستی است. ترکیه نیروهای کرد YPG که مؤثرترین نیروهای متحد آمریکا در جنگ با داعش در سوریه بودند را بخشی از PKK می‌داند و آنان را خطری برای امنیت ملی خود. ترکیه بارها تهدید کرده که به کردها در شرق رودخانه فرات در سوریه حمله خواهد کرد. بسیاری از متحدان نزدیک به رئیس جمهوری آمریکا تصمیم او برای خروج از سوریه را درست می‌دانند، اما شیوه و زمان آن را اشتباه. ما می‌خواهیم سه چیز قبل از خروج سربازان ما از سوریه عملی شود. می‌خواهیم مطمئن شویم وقتی ما خارج شدیم کردها سلاخی نشوند. من به ترکیه اعتماد ندارم که از کردها حمایت کنند. ما نیاز به برنامه‌ای برای محافظت از کردها و دیگران داریم. باید مطمئن شویم داعش باز نخواهد گشت و ایران در سوریه برنده اصلی نخواهد شد. دونالد ترامپ سه هفته پیش اعلام کرد که نیروهای این کشور به زودی از سوریه خارج خواهند شد. تصمیمی که استعفای وزیر دفاع و نماینده ویژه او را به دنبال داشت. مخالفت‌ها در آمریکا دونالد ترامپ را وادار به تجدید نظر کرد. تا به حال هیچ یک از سربازان آمریکایی از سوریه خارج نشدند. این سربازان در شرق سوریه در منطقه دیر زور به همراه نیروهای دموکراتیک سوریه که اکثرا کرد هستند با باقی مانده داعش در جنگند. ژیارگل، BBC. اسکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در شهر برمنگام، از همین شهر با ماست. آقای لوکاس، آیا از حرف‌های آقای بولتون میشه اینطوری نتیجه گرفت که برگشتیم سر خونه اول؟ Yes, I think we can start. بله، فکر می‌کنم که میتونیم بگیم که
دست کم برخی از نیروهای آمریکایی تقریبا احتمالاً همه 2000 نفری که الان در سوریه هستند باقی خواهند موند. چیزی که در این سه هفته اخیر شاهدش بودیم بعد از اینکه به طور ناگهانی دونالد ترامپ به صورت عجولانه اعلام کرد که میخواد از سوریه خارج بشه، بخشی از دولت آمریکا، پنتاگون، شورای امنیت ملی، وزارت خارجه، اینها دلایلی داشتن که این رو به تعویق بندازن و دو دلیل اصلیش اینه. یکی این که معتقد هستن که نیاز هست به اینکه آمریکایی‌ها در کنار نیروهای کرد باقی بمونن تا از اینکه ترکیه مسلط بشه بر منطقه جلوگیری کنن، و دوم این که هدف جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا و بقیه مقام‌های آمریکا، این هست که در سوریه بمونن تا یک مانعی باشن برای نفوذ ایران، چون این یکی از بخشی از سیاست گسترده‌تر آمریکایی‌هاست که در واقع تغییر رژیم در خود ایرانه. یعنی اینکه آقای دونالد ترامپ زمانی که اعلام کرد این سیاست خروج نیروهای آمریکایی رو با هیچ یک از این اطرافیانش مشاوره نکرده بود، نه مشاور امنیت ملیش، نه وزیر دفاعش، نه پنتاگون. وقتی دونالد ترامپ تصمیم گرفت که عقب نشینی رو اعلام کنه، با هیچ کدوم از اون مشاوران مشورت نکرد، چون در میان یک مکالمه تلفنی با رئیس جمهور ترکیه آقای اردوغان این تصمیم رو گرفت. اردوغان به اشتباه، به نادرستی گفتش که 99% داعش شکست خورده و بنابراین ترامپ گفت بسیار خوب، پس ما خارج میشیم. اما وقتی مسئولان، مقامات آمریکایی در روزهای بعد با او صحبت کردن، سعی کردن که او رو تشویق کنند که این تصمیم رو به اصطلاح برعکس کنه، عوض کنه، مقاومت کرد و این طبیعتاً باعث شد که وزیر دفاع او ماتیس استعفا کنه، همینطور فرستاده آمریکا در ائتلاف ضد داعش برت مکارک استعفا کنه. طبیعتاً ترامپ موضعش ضد موضع بخشهای از دولت خودش بوده. بعضی از طرفداران حکومت ایران خروج نیروهای آمریکایی، اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه رو به نوعی موفقیت استراتژی ایران در سوریه میدونستند و اون رو پیروزی برای خودشون دیدن. الان که اون سیاست تغییر کرده، چطور میشه توجیه کرد سیاست ایران رو در سوریه؟ من فکر میکنم که ایران همچنان استدلال خواهد کرد که ایالات متحده در موضع ضعف قرار گرفته در سوریه، در موضع انفعالی قرار گرفته که واشنگتن گیج شده و مردده، چون حتی اگر آمریکایی‌ها باقی بمونن در سوریه، ایران تلاش خواهد کرد که منطقه کردنشین رو دچار تردید و تشتت کنه و کردها رو از آمریکایی‌ها جدا کنه. و البته سوال بزرگ در سوریه همچنان اینه که آینده رژیم اسد چه خواهد بود. بنابراین حتی اگر سربازان آمریکایی در شمال شرق سوریه باقی بمونن، ایران همچنان خواهد گفت حضور ما در کنار رژیم در دمشق که مهمترین المان این قضیه است. و آینده رژیم اسد چه خواهد بود؟ رژیم اسد تنها بخشی از سوریه رو برش حاکم هست در حال حاضر. سوریه کشور چند پارچه است با سه بخش مجزا، یکی از اونها رو اسد داره، ترکیه و اپوزیسیون بخش دیگر رو دارن و بخش سوم رو کردها دارن. ولی حتی در منطقه‌ای که اسد کنترل میکنه، هیچ توان اینو نداره که دوباره بتونه بازسازی کنه اون 400 میلیارد دلار لطمه‌ای که به کشورش وارد شده. و بنابراین حضور رژیم اسد تنها تکیه کرده به حمایت ایران و سوریه، روسیه، و واقعا راهی برای بازسازی کشورش نداره. یک رئیس جمهور ناتوان در بهترین حالت. متشکرم از شما اسکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا با ما در ادامه این برنامه 60 دقیقه. تعویق دادگاه کوین سپیسی به مدت 2 ماه. تایلند میگوید دختر عربستانی را برخلاف میلش به کشورش باز نمیگرداند. تیم ملی ایران در اولین بازی خود در جام ملت‌های آسیا با 5 گل یمن را شکست داد. ترابی، تارمی، سردار آزمون، یک ضربه از روح دور از سردار، ریباندش گله، بله گله، گل اول. گل‌های این بازی را مهدی تارمی 2 گل، سردار آزمون، سامان قدوس و بازیکن حریف به ثمر رساندند. تیم ملی ایران در دومین مسابقه خود شنبه هفته آینده مقابل ویتنام قرار خواهد گرفت. بازی آخر ایران در مرحله گروهی هم مقابل عراق خواهد بود.
پوریا جعفر از ابوظبی با ماست. پوریا از بازی بگو. خب بازی خیلی خوبی بود. اونقدر که فکر میکردیم استقبال نشده بود توسط طرفدار ایران. 5000 و نزدیک به 6000 نفر تو استادیوم محمد بن زاید ابوظبی امروز اومده بودن که جذابترین مسابقه جام ملت‌ها تا اینجای کار رو هم دیدن. بازی که واقعا ایران با وجودی که آمادگی 100% نداشت تونست یمن رو 5-0 شکست بده. یک زنگ خطری بود برای تمام تیم‌هایی که مدعی قهرمانی هستند. شاید یک ترکیبی از دو تا مسئله است. بالاخره در هیچ نمی‌خوایم که از ارزش‌های تیم یمن کم بکنیم. خیلی سخت کار کردن در این چند ماه اخیر توی عربستان و مصر اردو زده بودن. ولی که در بین 24 تیمی که تو مسابقه حضور دارن، یمن تنها کشوری هستش که لیگ داخلیش الان کار نمی‌کنه. اما از طرف دیگه ارزش تیم ایران هم نمی‌خوایم کم بکنیم. هیچ تیمی نیستش که دوست نداشته باشه تورنمنت رو با یه همچین پیروزی قاطع 5-0 اونم با گل‌های خیلی قشنگ و فرصت‌های زیاد و کلاً اصلا تیم ملی ایران تا به حال توی تورنمنت‌های عمده ندیده بودیم که اینقدر تهاجمی بازی بکنه از موقعی که کارلوس کیروش سرمربی تیم شده. شروع خوبی هستش برای ایران و احتمالاً باعث میشه که بقیه تیم‌ها یه خورده جدی‌تر بگیرن مسابقه خودشون رو با ایران. در کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی آقای کیروش چی گفتن؟ جمال، این ماجرای زخم‌هایی که بین کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ایران و برانکو ایوانکوویچ سرمربی کروات پرسپولیس وجود داره انگار هیچ تمومی نداره. کیروش یک اشاره کوتاهی کرد. میدونید که امروز صبح یک مصاحبه شده بود از طرف برانکو ایوانکوویچ که میگفتش که تیم ملی ایران باید حتما به فینال برسه و در جاهایی از اون مصاحبه راجع به مربی تیم ملی عراق که از دوستان برانکو هستم صحبت کرده بود. و اول کیروش فقط خیلی گذرا به این مسئله پرداخت و گفتش که ما برای کسایی که واسه فوتبال ایران کاری انجام ندادن زیاد صحبت نمی کنیم. اما در آخر جلسه یکی از خبرنگارای ایرانی در این مورد به خصوص از کیروش سوال کرد و کیروش مجبور شد که دوباره جواب بده و گفتش که این آقا یک نابغه است. برانکو ایوانکوویچ منظورش بود که در لحظه ای که 65-70 میلیون نفر طرفدار فوتبال ایران منتظر هستن که تیم ملی کشورشون بیاد و قهرمان بشه بعد از سالها موفق بشه، راجع به تیم عراق که یکی از حریفای گروه ایران هست صحبت میکنه. و خب ایشون رو نابغه خطاب کرد و میگفتش که یه آدم فقط خیلی هوشمند میتونه همچین حرفایی بزنه و در نهایت مجبورم شد که عذرخواهی بکنه از بقیه خبرنگارایی که در جلسه مطبوعاتی بودن، خبرنگارایی که از ویتنام اومده بودن که بازی بعدیش با ایران هست، همینطور که مسئولین مسابقه ها و کسای دیگه که اختلافات داخلی فوتبال ایران اینجا هم کشیده شده. ولی کلا با وجودی که این حرفا زده شد و یه مقدار دلچرکینی پیش اومد آخر سرش، میشه گفتش که کارلوس کیروش باید خوشحال باشه. ازش هم خودم پرسیدم در مورد مهاجمای تیم ملی، گفتش که خیلی خوبه که اینا تونستن پاشون به گل باز بشه، اعتماد به نفسشون بالاتر میره و احتمالاً هر چی از این تورنمنت بگذره تیم ایران بهتر خواهد شد. ممنونم از پوریا ژافره در ابوظبی. رئیس شورای شهر چابهار میگوید حدود نیمی از جمعیت این بندر حاشیه نشین هستند. به گفته معین سعیدی بالاترین رقم حاشیه نشینی در مقایسه با جمعیت. اما چرا بندری که به دنبال امضای قرارداد توسعه ریلی بین ایران، هند و افغانستان به نظر میرسد ستاره اقبالش در حال درخشیدن است، تا این اندازه با مشکل حاشیه نشینی دست به گریبان است؟ فیروزه یکبری آن گزارش میدهد. چابهار، شهری در جنوب شرقی ایران و در کرانه اقیانوس هند، تنها بندر اقیانوسی ایران و جایی که لنگرگاهش بالقوه میتواند محل پهلوگیری کشتی‌های اقیانوس پیما باشد، جایی که دولت هم برایش نقشه‌های زیادی کشیده. امضای قرارداد توسعه چابهار بین مقام‌های ایران، هند و افغانستان 2 سال پیش. اما شهری که قرار است در آینده به یکی از قطب‌های اقتصادی ایران و منطقه تبدیل شود، روی دیگری هم دارد، بدون زرق و برق. یه چیزی قریب 200 متر 300 متر از ساحل دوری، اینجا چابهاره و منطقه‌ای به اسم جنگلوک، ته دنیا، افتضاح. حرف‌های محمد نوریزاد، فعال سیاسی منتقد حکومت ایران، در سفر به این منطقه تابستان گذشته.
او از حاشیه نشینی در چابهار میگوید. آنطور که رئیس شورای شهر چابهار به خبرگزاری ایرنا گفته، نیمی از جمعیت شهری چابهار حاشیه نشین هستند. 56,000 نفر از جمعیت 112,000 نفری آن. به گفته آقای سعیدی، تا 3 سال پیش گفته می شد که بیشتر حاشیه نشین های چابهار ایرانی نیستند و نباید به آنها خدمات داد. رئیس شورای شهر چابهار می گوید، اما در سرشماری 2 سال پیش مشخص شد که بیش از 95% آنها ایرانی تبارند. آمار دقیقی از جمعیت حاشیه نشین ایران وجود ندارد. رقم هایی که اعلام شده بین 11 تا 20 میلیون نفر در نوسان است. اما به ظاهر مسئولان تردیدی درباره آمار و ارقام حاشیه نشینی در چابهار ندارند. چه از انوشیروان بندپی، رئیس پیشین سازمان بهزیستی، که پاییز پارسال گفته بود چابهار بیشترین نرخ رشد جمعیت حاشیه نشین کشور را دارد، و چه حرفهای 8 ماه پیش معاون دادگستری استان سیستان و بلوچستان. 50% در واقع این مردم اینجا حاشیه نشین هستند که اگر چاره و اندیشه ای نشود برای این قضیه، قطعا ضررهای متعددی رو هم از در واقع بحث اقتصادی و هم در واقع از بحث اجتماعی و خصوصا فرهنگی خواهیم کرد. آمریکا توسعه بندر چابهار را از تحریم‌ها علیه ایران مستثنا کرده، کاری با هدف کمک به شکوفایی اقتصادی افغانستان. توسعه این بندر همینطور دست هندوستان را برای دسترسی به افغانستان بدون نیاز به پاکستان باز می‌کند. چشمانداز آینده به ظاهر برای مردمان این بندر روشن است، اما به نظر می رسد زیرساخت‌های شهری کافی برای توسعه اقتصادی وجود ندارند. ای واجه چابخارن و مردمان زندگی لوگانت چابار وسط شیل. گفته می شود یکی از دلایل اصلی حاشیه نشینی بالا در چابهار انبوه جمعیت جویای کار است. افرادی که به دنبال خشکسالی از مناطق دیگر استان سیستان و بلوچستان به این بندر رفتند. افرادی معمولاً بدون پول و امکانات کافی برای فراهم کردن حداقل‌های زندگی. آنچه مسلم است این است که برای بهبود شرایط زندگی در چابهار کارهای زیادی باید انجام شود. از توسعه زیرساخت‌ها همچون آب و برق و آسفالت گرفته تا مسائل بهداشتی. فیروزه اکبریان، بی بی سی. پلیس تایلند میگوید که رحف بن محمد قانون را برخلاف خواست خودش به کشور باز نمیگرداند و این کشور در حال حاضر به این دختر اقامت موقت داده. رحف دختر 18 ساله عربستانی است که میگوید به دلیل ترس از امنیتش فرار کرده. او میگوید که به تازگی از دین اسلام روی گردانده و میترسد که خانواده‌اش او را بکشند. ریحانه مظاهری گزارش می‌دهد. این چهره نگران رحف محمد القانون است، دختر 18 ساله‌ای که میگوید به قصد فرار از خانواده‌اش از کشور خارج شده و حالا اینجا در بانکوک گذرنامه‌اش را گرفتند و می‌خواهند او را برگردانند. اتفاقی که البته با پیگیری سازمان ملل به نظر می‌رسد فعلا متوقف شده و با صدور اجازه اقامت موقت دولت تایلند به او اجازه خروج از فرودگاه را داده است. او میگوید از اسلام روی گردانده و اگر به کشورش برگردد خانواده‌اش او را خواهند کشت. رحف همراه خانواده‌اش به کویت سفر کرده بود که تصمیم می‌گیرد از طریق تایلند خود را به استرالیا برساند، کشوری که می‌گوید ویزایش را داشته اما پاسپورتش پس از رسیدن به تایلند توسط یک مقام سعودی ضبط شده. ماجرای این دختر 18 ساله اهل عربستان البته از سوی پلیس تایلند به شکلی دیگر شرح داده شده. پلیس می‌گوید این دختر از یک ازدواج از پیش تعیین شده گریخته و تنها دلیل تصمیم برای برگرداندن این دختر به کویت نداشتن روادید بوده. اگر رحف بخواهد به استرالیا برود، ما هم سعی می‌کنیم با ارتباط گرفتن با سفارت استرالیا شرایط را برای او فراهم کنیم. اما اگر بخواهد اینجا در تایلند بماند، باید با کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای پذیرش پناهندگیش صحبت کنیم. اگر نخواهد به خانه برگردد، ما نمی‌توانیم او را به عربستان برگردانیم. با وجود اینکه پیشتر سفارت عربستان در بانکوک ادعا کرده بود که رحف به کویت، جایی که خانواده‌اش آنجا هستند، برمیگردد، اما نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید اطمینان لازم به آنها داده شده که این دختر بازگردانده نخواهد شد. تضمین دادن که برش نمیگردونه. رحف یکی از دخترانی است که در عربستان زندگی می کنند، اما به دلیل باورهای سنتی جامعه آزادی عمل برای رسیدن به خواسته هایشان را ندارند. خواسته هایی که بر اساس آنچه رحف در شبکه های اجتماعی منتشر کرده، خواسته هر دختر جوان دیگری در سن اوست. درس خواندن،
کار کردن، آزاد بودن. ریحان مظاهری، بی بی سی. تاثیر رسیدگی به اتهامات کوین اسپیسی به حدود 2 ماه دیگر موکول شد. این هنرپیشه آمریکایی که به تعرض جنسی به یک نوجوان در میکده‌ای در ماساچوست متهم شده در دادگاه حاضر شد. گفته شده که تعرض ادعایی در ژوئیه سال 2016 یعنی تقریبا 2 سال پیش اتفاق افتاده. آقای اسپیسی به دنبال آن بود که خودش در جلسه حاضر نشود، اما قاضی خواسته‌اش را نپذیرفت. شادی الهی گزارش می‌دهد. به من اعتماد کردید با اینکه میدونستید نمیشه. کوین اسپیسی برای حضور چشمگیرش در صحنه شهرت دارد، اما ویدیویی که در رابطه با اتهام آزار جنسی منتشر کرد همه را متحیر کرد. اما شما که بدون شواهد چیزی رو باور نمی کنید. شما که بدون دونستن حقایق قضاوت نمی کنید. او در این ویدیو با لحن شخصیت خیالی سریال خانه پوشالی که مدت‌ها نقش او را بازی می کرد به اتهامات بسیار واقعی خود پاسخ گفت. این بازیگر آمریکایی متهم است که در ژوئیه 2016 یک جوان 18 ساله را در میکده‌ای در ماساچوست مورد تعرض جنسی قرار داده. او امروز باید در دادگاه کوچک این شهر در نانتاکت حاضر شود. به کوین اسپیسی میخوام اینو بگم. شرم بر تو باد برای کاری که با پسرم کردی. هدر آنرو میگوید که پسرش در آن زمان از شدت خجالت و ترس به پلیس شکایت نکرد. کوین اسپیسی برای پسرم یکی بعد از دیگری مشروب خرید و وقتی پسرم مست شد اسپیسی دستش را کرد تو شلوار پسرم و آلت جنسی اون رو فشار داد. طبق گزارش پلیس شاکی در حین تعرض تصاویر اون را روی موبایل خود ضبط کرده و همان موقع برای دوست دخترش فرستاده. در پی این اتهام و همزمان با جنبش میتو یا من هم قربانیان دیگر هم شهامت پیدا کرده بودند تا اتهامات خود را علیه این بازیگر مطرح کنند. آنتونی رپ، هنرپیشه آمریکایی، اسپیسی را متهم کرد که زمانی که او تنها 14 سالش بود، سعی کرده بود خود را به او تحمیل کند. اسپیسی گفت که او هیچ خاطره ای از آن رویداد ندارد، اما برای آن حادثه عذرخواهی کرد. در همین بیانیه اسپیسی اعتراف کرد که همجنسگرا است. این موضوع باعث خشم بسیاری در شبکه‌های اجتماعی شد که گفتند او برای لاپوشانی اتهام‌ها علیه خود اعتراف کرده، عناوین و افتخاراتش را لغو کردند و از پروژه‌های هالیوودی هم حذف شد. کوین اسپیسی قصد دارد در دادگاه ادعای بیگناهی کند و حتی تلاش کرد جلسه دادگاه در غیاب او انجام شود، اما قاضی دادگاه درخواست او را رد کرد. ساعتی پیش اسپیسی در دادگاه حاضر شد، اما قاضی دستور داد تا جلسه رسیدگی به اتهامات او به حدود 2 ماه دیگر موکول شود، زمانی که او باید در جلوی چشم جهان به اتهامات خود پاسخ دهد. شادی الهی، بی بی سی. این بود 60 دقیقه امشب. شب بخیر. شب و روز بر شما خوش.